بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ما همراه میشه تا گفتگوی کنیم. در همین رابطه های احمدی‌نیا میدونیم که ایران یکی از کشورهایی است که به هر حال ذخایر نفت و گاز بالایی داره. چرا این اتفاق افتاده که اکنون میگن که در مرز این هستیم که گاز وارد کنیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. پاسخ کوتاهش خب یک عبارت جمهوری اسلامی، ولی اینکه چه جوری جمهوری اسلامی موفق شده که یه همچین کار رو انجام بده، یعنی دومین یا حالا اولین ذخایر گاز جهان رو تبدیل کنه به کشور نیازمند واردات، این خودش یک مقوله چند وجهی هستش. در درجه اول من این توضیح رو بدم، اینکه ما 4 سال دیگه تبدیل میشیم به وارد کننده گاز به این معنی نیستش که الان صادر کننده گازیم، اون موقع تبدیل میشیم وارد کننده گاز. ما الان تقریبا مقدار صادراتمون یک تعریف خیلی ساده هستش، مقدار صادراتمون یه مقداری بیشتر از مقدار وارداتمونه، چون سالهاست که ما داریم گاز وارد میکنیم. به دلیل اینکه در شمال ایران امکان انتقال گاز رو نداشتیم، داریم از ترکمنستان گاز میگیریم، اونجا به شمال ایران میدیم، بعد معادلش گاز رو در طرف دیگه به جای ترکمنستان تحویل مشتریش میدیم. منتها الان مقدار این تبادل به شکلی ازش که ایران یک کمی بیشتر از اونچه که میخره میفروشه به کشوری مثل ترکیه و عراق. در اون زمان ما قراره که دیگه کلن بشیم وارد کننده، یعنی مقدار واردات گازمون بیشتر از صادراتمون باشه. علت اصلی در درجه اول اینه که مصرف داخل ایران یک مصرف غیر معقول و هیولایی هست. ایران معادل کشور چین در داخل داره گاز مصرف میکنه. ما نه ابعاد جغرافیاییمون، نه ابعاد صنعتیمون، نه ابعاد جمعیتیمون، نه ابعاد اقتصادیمون، هیچ کدومش اندازه کشور چین نیست که به اندازه کشور چین داریم گاز مصرف میکنیم. حالا چرا اینجوری داریم گاز مصرف میکنیم؟ باز اینجا یک علتش اینه که ارزون داریم به داخل گاز رو تحویل میدیم، یعنی عملا مفت ما داریم گاز رو تحویل مصرف داخل میدیم و این باعث میشه که گاز به هدر بره، یعنی به مصرف درستی که باید برسه در داخل نمیرسه. شما فرض کنید تمام خونه ها الان با وجودی که تو تهران هوا هنوز هوای زمستونی نیست، بسیاری از ساختمون ها شوفاژاشون روشن کردن با خیال راحت، چون گاز وصله، میاد میسوزه، حالا مهم نیست، حالا پنجره رو باز میذاریم هوا درست میشه، یا شیر فلکه رادیاتور شوفاژمون رو میبندیم که حالا خیلی داغ نشه، ولی گاز داره میسوزه توی موتورخونه. و به همین نسبت شما در نظر بگیرید در صنایع همین هستش، در ادارات و در ساختمانهای دولتی به همین شکل، این مصرف بیرویه و هدر دادنیه که باعث میشه ما نمیتونیم حتی مصرف داخلمون رو تأمین بکنیم و درموندیم توش در واقع. خب آقای احمدی‌نیا، با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز ایران دچار تحریم هست، چقدر امکان داره که این میزان 100 میلیاردی که قراره، اگر اشتباه نکرده باشم عدد رو، که قراره در ایران سرمایه گذاری بشه یا نیازه که در ایران سرمایه گذاری بشه، سرمایه گذاری صورت بگیره؟ ببینید حتی این عدد رو من بهش شک دارم، یعنی فکر میکنم که این عدد عددیه که برای تثبیت وضعیت مش نیاز هستش، به خاطر اینکه 4 سال پیش زنگنه اعلام کردش که 200 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز هست برای اینکه بتونیم به نیازهای آینده دست پیدا بکنیم، و از اون زمان تا امروز هم 1 دلار هم سرمایه گذاری نشد، به دلیل اینکه خب دوباره ما با دنیا در افتادیم، دوباره داریم میریم بمب اتمی درست کنیم، اورانیوم داریم غنی میکنیم، به همین دلیل کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه. اینی هم که الان مورد نیاز هست باز قطعا اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشوری، هیچ شرکتی حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری کنه، حاضر نیست پول و تجهیزاتش رو منتقل کنه به ایران. اون کشورهایی که حاضرن با کله این کارو بکنن پول و تجهیزاتش رو ندارن، یعنی مثلا ونزوئلا نمیتونه بیادش توی ایران. خب احمدی‌نیا، حالا چقدر شرکت‌های داخلی اصلا توان این رو دارند که این پروژه‌ها رو توسعه بدن؟ در حوزه گاز ما این توان رو نداریم، در حوزه گاز ما تکنولوژی مورد نیاز رو نداریم، برای همین هم همیشه نیازمند شرکت‌های خارجی بودیم. پارس جنوبی بدون شل، بدون توتال، بدون استات اویل ممکن نبود که حتی تا همین جا هم پیش بره، به خاطر اینکه اون کمپرسورها و تجهیزاتی که برای گاز مورد نیاز هست تکنولوژی ما نداریم. در حوزه نفت خب 100 سال وقت داشتیم، توسعه پیدا کرده، سری از توانمندی‌های صنعتیمون میتونیم در حوزه نفت به لحاظ تکنیکال، یعنی تکنیک این کار رو داریم،
ولی پولش موجود نیست، پول در اختیار سپاهه، پول در اختیار دولت بوده ولی الان دیگه به اون مقدار هم موجود نیست. اولویت های اونها هم اجازه نمیده که بیان این پول رو سرمایه گذاری کنن در حوزه نفت و گاز. در نتیجه این فقط یک اعلام هشدار هستش برای اینکه وضعیت به شدت وخیم خواهد شد طی حتی ماهای آینده، یعنی نباید صبر کنیم برای 4-5 سال آینده. سپاسگزارم. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ما بودید.